عالی. ترانه دوم، این ترانه دوم در انتقاد از آخوند هاست و کشیش هاست. یه گروهی این رو درست کردن به اسم ایماش و برای بالای 3 ماه شماره 1 بود در فرانسه سالهای پیش. هنوز هم زنده است. این فرانسوی ها دوست دارن گاه به گاه یه یاداوری در مورد مذهبی ها بکنن که مراقب اونها باشید. مثل خود ما امروز بایستی جوانهای ما مراقب آخوندهای کراواتی باشن. زیاد هم از اونها داریم در ایالات متحده امریکا. اسم این ترانه هست شیاطین نیمه شب. چطور این آدمهای مذهبی دوتا زندگی دارند. یکی زندگی که شما میبینید اما در ته دلشون دنبال عیش و نوش هستن. شما اونها رو نمیبینید. بنابراین یک آدمی هست، مذهبی هست، به شدت محل کار رو ترک میکنه، نیمه شب هست، با یک بار برخورد میکنه، نور قرمزی هست، شرابی هست و زنان زیبا و زنان لبند و طناز و این ترانه در اون مورد هست، شیاطین نیمه شب. خیابان متروک، آخرین سیگار، دیگر هیچ چیزی حرکت نمی کند. تنها یک بار که پیاده رو را با نور قرمز روشن می کند. نیازمند یافتن کسی هستم، نمی خواهم بخوابم. در جستجوی کمی حرارت هستم تا در قلب خود جای دهم. مرا به انتهای شب می برند این شیاطین نیمه شب. مرا به بیخوابی می کشند این ارواح کم حوصلگی. در جام شراب به دریایی می نگرم که تاب می خورد. به دنبال یک موزیک داغ هستم که با آن بشود رقصید. این دختر را دوست دارم که با کفش‌های پاشن بلند خود طنازی می کند. گرما را در ته قلب من جای می دهد. مرا به انتهای شب می برند این شیاطین نیمه شب. به بیخوابی می کشند. حوصله‌ام سر رفته است. با کفش‌های پاشن بلند باریکش حرارت را در ته قلب من جا داده است. مرا به انتهای شب میبرد شیطان نیمه شب. داری به لحظات پایانی برنامه نیستی با دکتر نوذری عزیز. دکتر نوذری خیلی سپاسگزار از حضور شما. یک شعر کوتاه از سرزمین زیبای دانمارک. چی؟ از هانس کریستیان اندرسون. زندگی نیازمند آزادی، آفتاب و یک گل است. بسیار عالی. ترکیب همه اینا میشه ایران، نیست؟ ایران آینده، گل و آزادی میشه ایران، نیست؟ بله، ایران آیه.